اومدی با تیک تاک های وایرال افغانستان افغانستان تیک تاکرای محبوب معروف محبوب شما رو نمیدونم کیه ولی با موبین من شخصا حال میکنم. آره تیک تاکای باحال میسازه. بعد خیلی هم خفن ادا قادری ادای توی عدا. ویدیوها من شنیدم ادای تازه ادا سم یعنی من یک شب با موبین آشنا شدم، یک شب هم فهمیدم که این اسمش ادای ادا نیست ولی ادا خیلی بالاتره. نکنه ادا منطقی تره؟ ادا نداره ادا در میاره. آدا یعنی خب باز رفت داره به آدا. بعد جدا از اون آدا خب یاد آدا وانگ هم میفتی توی رزیدنت ایول. بچهای رزیدنت باز گیمر میدونن کیا میگن. خیلی کراش بودن خیلی روش. همین حالا یه رفیق دارم نه میبینم. برعکس این چنل های تیک تاک بچه ها خیلی خفنه، چنل های میلیونی دارن، فعالیت های خفنی دارن. باز هم اگر این سب تیک تاک خواستید تیک تاک ها حتی هم میسازید. آره بنویسید هر ویدیویی که دوست داشتید. این چنل فکر کن چنل خودت مال خودت داره. هر ویدیویی که دوست داشتید تو کامنت ها بنویسید در موردش یه دونه ویدیو میسازید. پس ممنون میشم همین حالا یک ثانیه وقت بذارید یه دکمه بزنید به نام لایک که این دکمه لایک باعث میشه ما خیلی خوشحال و پر انرژی بشیم برای ساخت ویدیوهای بیشتر. در جگرتون عیشت و معیشت. موبین جان شما میفهمی من صبح که هیچ چیز نخوردیم؟ چرا چی شده؟ مادر امروز بدون دلیل امرای ما جنگ کرد. خیر ادا جان کار نکو، از مادر خود آدم کار نمیکنه. برو نان تا بخور. نه من نمیخورم. سعی کن ادا جان اگه خودت نان نخوری نه باز مام نان نمیخورم. اوی جان شما چقدر مهربان هستین، چه خب فکر هستین، شما کاش برادر من میبودین. آجی این یکی بدترین چیزایی که فوشه، دقیقا مثل فوش میمونه. روی دختر کراش بشی، مثلا یه دختر دوست داشته باشی. آره. بعد دختره بهت بگه تو مثل داداشم. آره برای شما اتفاق افتاده مثلا طرف بیاد میگه مثل بیادرمی، ولی خب یعنی اتفاق به خاطر چی میفته؟ به نظر من به خاطر اینکه اون پسره یه جوری رفتار میکنه تو موقع برای مثلا برای دختره مثلا خوب ظاهر میشه دیگه. آره براش حرکات های خفن میزنه. رابطه هم اینو سیاست ها میخواد. آره دیگه الان سیاست ها رو بیاین از خلیفه یانگی بپرسیم بهتون میگه. آره مشکل توی رابطه داره بیاد از من بپرسیم بهش میگه. پیج این اینستاگرام رو دنبال کنید برای سوالات بیشتر بیاین اونجا. دوباره این دو شخصیت پولا بش میگم دختر خاله من گدانیم. خب ببخشین بیادر جان. ای اوری ما میگیشی انصافاً اگه من جای این پسر بودم مثلا یه دختر به این مقبولی بیاد مثلا دستشو رو بکنه تو چای چایه رو تازه با اشتهای بیشتر میخورم. میگم ادا جون اگه من بمرم چه کار میکنیم شما؟ من خود دیوانه میشم برشت شما. یعنی شما دیگه عروسی نمیکنیم؟ از دیوانه چی گله؟ دیوانه خر کار میکنه. حیال من پسر نگاه کن اکتاشو واقعا استعداد بازیگری داره و تو صحبتاشو نگاه کن. شما دیگه ازدواج نمی کنی؟ فراز و فرود توی صحبتاش هست. جدای از اون کار کشته این کاره میگیری چی میگم؟ به خاطر اینکه یه تیم هم هستن دیگه، خواهر و برادر و رفیق با هم این کارو میسازن. و یه چیز جالب بگم من تو ویدیویی که دیده بودم ازش تو یوتیوب اصالتا میبینی لهجه هراتی دارن صحبت میکنن، ولی اصالتا ما رو مزار شریفن توی هرات بزرگ شدن برای همین لهجه هراتی دارن. آره معمولا لهجه رو آدم میگیره. آره دیگه تو من برم بلندشم برم مثلا شمال زندگی کنم شمال ایران چند رو دیگه میام یه شمالی صحبت. آره دیگه تاثیر داره صد درصد. سلام بتنون بیارم موبین. آشار را جو مامان اثر کار رو بندم خیلی خسته هم ما برم دستور خوب شروع میاییم. بچه ما افغان هستیم، به فرنگ ما نیست که آدم شوهر خود به نام صدا کنه. بانگ فهمیدی منظور گپ من؟ بله یا بله یا گربه رو گربه به افغانستانی چی میشه؟ نمیدونم یه گربه میگن یه وزوار پشه یه چیز توی داستانه پیشی. پیشی که چیزه؟ پیشی که ایرانی شه. به این کلن یه ککه میذارم مثل لوچک یا مثلا چوچک یا مثلا نفسک کک. آره اینا که میذارم فکر کنم معنی یه چیز ناز و یه نامک. چیز کوچیک. نامک چیز آره دیگه. به بچه بگم میخوام بگم اسم چیه؟ نامک یا اسم کوچیک میشه؟ نامک. به یه پیرمرد نمیتونی بری بگی نامک؟ نمیدونم یه چیز استرای باحالی که استفاده میکنن. بعد داره میگه بعد این فرهنگم که داره میگه من دقت کردم داره دقیقاً راست میگه. تو فرهنگ افغانستان کلا شوهر رو به اسم کوچیک چیز نمی کنن. چی میگن؟ مثلا اگه احمده مثلا اسم طرف یا مثلا رضا میگن آقا رضا آقا احمد
اینجا با خانم رضا بیا اینجا. چند لحظه بعد. خب بچه امروز کاربار چطور بود؟ خیلی خوب بود مادر جون. نو 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 تو هم نامش را بگی سایسته. نه مادر جان خود شما گفتیم با نام صدا نکن. ایوری ما بیا 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 نام دیاره بیا. بابا این شراره واقعا شرارهای آتش ازش بود. شراره این به شوهر نیاد. بیا بیا اینگاه داره برای سگ چیز میکنه. خیلی سم بود اینجا. بعد با حالی دیگه اینه که خانوادگی تو این داستانه. یعنی الان مادرش هم تیک تاکه. این خوهرشه؟ خوهر خوهر همینه؟ بکنم خوهران آره. آشراغ سعی بگی؟ آشراغ گرفتن هم یاد نداری؟ میگم مایلا جون یک دفعه بگذاریم من کوشش خوب بکنم من میتونم بکنم. تو به زندگی خود یک کار سایه بکردی کار یک بکنی. مایلا جون شما یک دفعه با ما بدیم یک دفعه بدیم اگه با ما نکدم باز هرچی ماست بگیم. بیایم بیایم ببینم شما چی خواد کردیم. این فکر کنم خواهدم شد نمیدونم شبیه همه. آل یاد بگرفتیم که چراغ رشته میگیرن. ایوری ما اکتوری نگاه کن حساش خورد میشه. میگم دیگه این ادیتون سبک چیز خاص خودش هم داره که یهو تو اون موقعیت که اتفاق میفته سبک تیک تاک های هندیه میشه. آره اینجوری نگاه کنی آره یه چنلشون هم 1 میلیون چیز داره تیک تاک هر کدومشون جدا با هر کدوم یه چنل 1 میلیون 700 کایی دارن که با من زحمت کشیدن. بانگ او نو امو میشن غذایشته نخوشمزیه؟ شراره جو یعنی ایت برندی که شما پخته کردیم به دنیا هیچ کس نمیتونه پخته کنه. بانگ. فقط اگه کمک نمک و کم تر میبود خیلی بهتر میشد. و هم گناه شما نیه نه نه گناه شما نیه نمکایی به این روز خیلی خراب میاید. یعنی سنگا نمک خیلی خراب شده. یکی دیگه شراره جو اگر مهمون چیزی اومد بخونی ما اگر به تازی پیاز و بانجوری میام اندازیم خیلی بهتر میشه. یعنی اینا که بدون پیاز و بانجوری مزه نمیده خیلی مزه میده شرارجو. یعنی تا که برنج شما یکی دیگه شرارجو شما دامی که غذا رو پخته میکنیم برو منقل میگذاریم امی دیگر شما به جای چکر زده نرم که میسوزانید ولی مشکل نداره. یعنی سوختگی و برنج شما واو واو یعنی یک طعم دیگه پیدا کرده شرارجو. این کمک که خون مونده برنجو و هم گناه شما نیه دکوندار برنجار بدل میاره با خاطر فایده خود خونم نگه. آجی یعنی این همه ایراد داشت غذاه مثلا نمیتونست مستقیم بهش بگه بگه خراب و فلانه به یه صورتی گفت که مثلا آره با این حال که اینجوری بود قشنگ پارش میکنه. آره داره شراره بودنش بهش نشون میده. شراره جو یعنی همون شراره جون میشه در اون شراره جو؟ جو دیگه همون شراره جونه تو ایراد لهجه اینجوری که میشه شراره جو رضا جو جو؟ آره یانگی جو. ایلی بار یانگی جو این حسا گروب من اوه اوه نو عجب هیلگری چکار شده مویل جو؟ مرده که چکار شده؟ کوری نمیبینی همه شیار چپه کردی؟ ببخشین مویل جو من خواه بودم نه مرده که ببخشین وقت سگه هم اینار پاک کنگ خوبه سرت شه ایوری ما این امروازه امروازه برابک سمیدوارم که لذت برده باشین تیک تاک های خنده دار و میشه بگیم باحالی بود نسبت به بقیه تیک تاک هایی که تا حالا ساختی. آره بعد جدا از اون تیک تاک های دیگه هم افغانستان داره مثل فرزانه ناز و خیلی دیگه اگه دوست داری اسمشون رو بنویسید که تو پارت بعدی بسازیم براتون. اونا بیشتر دیالوگ محور فکر کنم نیستن. آره اونا مثلا چیزای اکشن هندی استوری و اکشن و مثلا طرف میره بغلش میکنه یا اون اینجوری میگه نه منو بغل نکن دونت تاچ مای هازبن این داستانای من بیشتر با این سبک هشش میگم من بیشتر با این سبک حال میکنم سبکی که میشه بگیم فان داستانه برای زحمت بیشتر کشیده میشه زحمتش هم بیشتر خیلی اینا گروهی فکر کنم وقت میذارن به غیر از خودش خانواده‌اش داداشش اینا همه داداش همین عکسش در حد یه بازیگره. ما که با این تیک تاک خفن حال کردیم امیدوارم که شما هم حال کرده باشید. اگه حال کردید لایک و کامنت و سابسکرایب خیلی مهمه زنگوله هم بزنید تا مثلا اینکه چنل یانگی براتون ویدیوی مقبول گذاشت خیلی مقبول و قشنگ بیاین ویدیو رو دوستتون داری و تا ویدیوی بعدی بدرود.